با سقوط ارزش پول ملی در هفته‌های اخیر که قدرت خرید مردم ناگهان به نصف کاهش پیدا کرد و لابد متناسب با اون خشم و کینه مردم محروم و غارت شده هم دو برابر و چند برابر شد، فریاد وحشت از انفجار اجتماعی و به خیابون اومدن ارتش گرسنگان و بیکاران و غارت شدگان بسیار آشکارتر و بلندتر از قلعه حاکمان به گوش میرسه. اگرچه وزیر کشور روحانی با بلاهت مدعی شدش که از نظر امنیتی در شرایط مطلوبی قرار داریم، اما سایر مهرها و رسانه‌های رژیم صراحتاً میگن و مینویسن و فریاد سر میدن که اتفاقات دی ماه 96 در سال جاری هم تکرار خواهد شد و هیچ معلوم نیست که این بار نیروی انتظامی بتونه دیگه اوضاع رو کنترل کنه، چرا که دامنه فشارهای اقتصادی حتی به نیروهای سرکوب و نگهدارنده رژیم هم رسیده و ناامیدی از رژیم و از بهبود اوضاع حتی در بین جریان حزب اللهی هم گسترش پیدا کرده. صحبتمون رو کوتاه می‌کنیم تا گزیده ای از این ابراز وحشت‌ها رو که همکارانمون تهیه کردن ببینید و بشنوید. رحمانی فضلی وزیر کشور آخوند روحانی 2 اردیبهشت: به نفع هیچ کس نیست مردم به کف خیابان بیایند. در حال حاضر فعالیت‌های مختلفی با تبلیغات و بزرگنمایی و فریبی که در برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی یا از سوی افراد و اشخاص انجام می‌شود که تلاش مشترک آنها ایجاد نارضایتی است. مهم این بود که تلاش شد در حوادث با کمترین هزینه اجتماعی مسائل مدیریت شود و کماکان در منطقه از نظر امنیتی در شرایط مطلوبی قرار داریم. سایت حکومتی جماران 2 اردیبهشت: این نگرانی وجود دارد که به سرعت یک بار دیگر این اعتراضات شعله ور شود. تحلیلگران پیش بینی می کنند که این اتفاقات در سال جاری تکرار شود. بیشتر چشم امیدمان به این نیروهای ضد شورش است و از این نگرانیم که نکند خدای نکرده نتوانند اوضاع را کنترل کنند. بر همین اساس من نگران این زمزمه ای هستم که هر روز قدرت می گیرد و آن این است که می گویند باید کار را به دست یک سردار قدرتمندی سپرد که اوضاع را جمع کند و کشور را مدیریت و سر و سامان دهد. در نظر من این اصلا بعید نیست. وضعیت امروز را اگر خوب واکاوی نکنیم، بعد از اتفاقات دی ماه تا کنون بستر اجتماعی یک هول و هراسی را تجربه می کنند و مسئله سوریه و همین سر و صدایی که در حال حاضر از عربستان، اسرائیل، ترامپ و امثال اینها به گوش می رسد، این هول و هراس را زیاد کرده است. خبرگزاری حکومتی شبستان 2 اردیبهشت: امروز بی‌اعتمادی در جامعه باعث شده تا دل افرادی که در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی نقش داشتند شکسته شود. مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران باید راه کاری را پیدا و مردم را امیدوار کنند. مسئولان باید توجه داشته باشند که امروز مردم ما به سختی مشغول امرار معاش هستند و وجود این موضوعات باعث می شود تا تحمل برای آنها کمی سخت شود. همه اعلام می‌کنند که مسائل و مشکلات در حال برطرف شدن است، اما هیچ تغییری تاکنون حاصل نشد. امید است انقلاب اسلامی با کمترین بها حفظ شود و مردم نسبت به آن امیدوار شوند. امیر محبیان از باند خامنه‌ای 2 اردیبهشت: فعلا حل مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری از این بازی‌های سیاسی دارد. باید همه اصلاح طلبها و اصولگراها در جهت افزایش کارآمدی دولت و نظام حرکت کنیم. این به خیر و صلاح مردم نزدیکتر است. آنچه بخشی از جامعه را به نفع اصلاح طلب و اصولگرا در اعتراضات دی ماه 96 کشاند، همین بحث‌های دور از واقعیت زندگی مردم است. سایت حکومتی الف 2 اردیبهشت: چرا برای اصلاح کشور با مشکل مواجهیم؟ سد اساسی مقابل تحقق آرمان‌های انقلاب در یک کلام بی‌اعتمادی است. اینکه در کف جامعه مردم بخش عمده مسئولین محلی، دولتی، حاکمیتی را غرق در فساد و دزدی می‌بینند، ثمره همین بی‌اعتمادی هاست. اینکه مردم آینده کشور را چه بسا بدتر از امروز می‌بینند هم نتیجه همین بی‌اعتمادی هاست. چنین رفتارهایی هم در قوه قضاییه، هم در دولت، هم در سایر نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود و اختصاص به جناح و دستگاه خاصی ندارد.
همین بی‌اعتمادی ها به مردم است که بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت و موج ناامیدی بخش عمده آنها از آینده کشور را رقم زده. ناامیدی هایی که نه فقط در سطح عوام جامعه که به فعالین جوان حوزه های مختلف حتی در بین جریان حزب اللهی هم گسترش یافته است. سایت دیپلماسی ایرانی 2 اردیبهشت. اکنون بزرگترین معضل کشور فساد سیستماتیک زیرزمینی ناشی از اقتصاد زیرزمینی است. فرصتها، پستها، نهادها تبدیل به بستر شکل‌گیری راند شده است. این بلا و مانع جدی بر سر راه اقتصاد کشور من جمله دیپلماسی اقتصادی است. در این شرایط تابلوی سرمایه‌دار برای همراهی با وزارت امور خارجه پایین است، چرا که اقتصاد زیرزمینی نتیجه مستقیم و فوری رفتار سیاسی و سیاست زدگی جامعه است که ما امروز به وضوح شاهد آن در جامعه هستیم.